خداوند و انسان در ابتدای تاریخ بشر با هم بودند. صلح و شادی حکم فرما بود. انسان قانون خدا را شکست. در همان روزی که آدم و حوا گناه کردند، خدا برخی از عواقب گسترده گناهشان را اعلام کرد. به زن فرمود با درد فرزندان خواهی زایید، اشتیاق تو به شوهرت خواهد بود و او بر تو فرمان خواهد راند. پیش از باز شدن پای گناه به ماجرا، حوا از محبت عاری از خودخواهی شوهرش لذت می برد، اما اکنون طبیعت گناهکارشان نزاع و درد را وارد شادی‌های ازدواج کرده بود. سپس خدا به آدم گفت به سبب تو زمین ملعون شد، با رنج از آن خواهی خورد، برایت خار و خس خواهد رویانید، با عرق جبین نان خواهی خورد تا آن هنگام که به خاک بازگردی که از آن گرفته شدی، چرا که تو خاک هستی و به خاک باز خواهی گشت. آدم و حوا به خاطر گناهشان حکمرانی بر زمین را از دست دادند. اکنون دنیایشان شامل خارها، درد، اندوه، بیماری و مرگ بود. برخی از ما آنقدر به این بدبختی ها عادت کرده ایم که آن را عادی تلقی می کنیم. اما آیا این جزء طرح اصلی خدا بود که بوته های رز خوشبو تیغ داشته باشند؟ یا می خواست تولد حیرت انگیز بچه ها با دردی شدید همراه باشد؟ یا این مخلوقات آفریده شده به شباهت خدا پیر شده و بمیرند؟ نه، علت آن گناه انسان بود که موجب شد زمین زیر لعنت خدا قرار گیرد. نژاد انسان گناه کرده بود و باید میمرد. قانون گناه و مرگ این را میطلبید. مرگ جدایی است. گناه موجب سه جدایی میشود. یک، مرگ روحانی، جدایی روح انسان از خدا. دو، مرگ جسمانی، جدایی روح و جان انسان از بدن او و از عزیزانش. سه، مرگ ابدی، جدایی روح و جان و جسم انسان از خدا در دریاچه آتش برای همیشه. انسان هیچ راهی نداشت تا خودش را از لعنت گناه نجات بخشد. آیا امیدی بود؟ شیطان گنجینه خاص خدا را دزدیده بود، اما پادشاه طرحی برای بازخرید آن داشت. از آنجا که بهای آزادی که پادشاه قصد پرداختش را داشت بالا بود، نه دیوها و نه انسانها قادر به درک طرح او نبودند، مگر بعد از تحقق یافتنش. در همان روزی که شیطان نسل بشر را اسیر خود ساخت، خدا به مار گفت چون چنین کردی از همه چارپایان و همه وحوش صحرا ملعون تری، بر شکمت خواهی خزید و همه روزهای زندگیت خاک خواهی خورد. زمانی که خدا مارها را خلق کرد، آنها دارای پا بودند. اما از آنجا که مار مورد استفاده شیطان قرار گرفت تا باعث گناه انسان شود، خدا او را لعنت کرد تا بر زمین بخزد. آیا می دانستید مارهای پیتون و بوآب برآمدگی های ظریفی در زیر پوستشان دارند، جایی که زمانی پای آنها بود؟ خدا با پستر ساختن مارها به نسل بشر یک یادآوری ارائه کرد که او مار را، همان مار کهن که ابلیس یا شیطان نام دارد، خرد خواهد کرد. سپس خدا به شیطان که از مار استفاده کرده بود گفت میان تو و زن و میان نسل تو و نسل زن دشمنی می‌گذارم. او سر تو را خواهد کوبید و تو پاشنه وی را خواهی زد. این نخستین نبوت از نبوت‌های بسیاری بود که خدا می‌خواست در آنها طرح خود را برای نجات انسان از گناه و مرگ آشکار سازد. اما پادشاه برای مخفی ساختن طرح خود از شیطان، نبوت‌ها را به رمز عنوان کرد.
خدا وعده داد که از نسل زن نجات دهنده‌ای را به زمین خواهد فرستاد. قرار بود این نجات دهنده مادری انسانی داشته باشد، اما نه پدری انسانی. او مسیح شناخته خواهد شد، شخص برگزیده. شیطان پاشنه مسیح را خواهد زد، اما مسیح سر شیطان را خواهد کوبید. معنی همه اینها چه بود؟ پادشاه بعداً آن را روشن خواهد ساخت، اما در حال حاضر خدا بارقه‌ای از امید را به آدم و حوا نشان داد. بعداً یکی از انبیای آن پادشاه نوشت: مردمی که در تاریکی گام برمی داشتند نوری عظیم دیدند. اینک باکره آبستن شده، پسری خواهد زاد و او را امانوئل نام خواهد نهاد. پادشاه گنجینه خاص خود را بازخرید می نماید، اما هزینه این کار چه می باشد؟ به یاد دارید آدم و حوا پس از خوردن میوه ممنوعه چه کردند؟ آنها پوششی برای خود ساختند. آیا این پوشش باعث می شد که در حضور خدا احساس راحتی کنند؟ نه، آنها هیچ راهی برای عادل ساختن خود نزد خدا نداشتند، بنابراین خدا کاری برایشان انجام داد. یهوه خدا پیراهنهای از پوست برای آدم و زنش ساخت و ایشان را پوشانید. چه کسی برای نخستین بار حیوانی را قربانی کرد؟ خدا. خدا تعدادی از حیوانات را کشت، رختهایی از پوست ساخت و بر تن آدم و حوا کرد. خدا با این کار با آنها درس‌های بنیادی می آموخت درباره عدالت، رحمت و فیض خود. بیایید درباره این سه کلمه مهم فکر کنیم. عدالت. به حیوانات مرده نگاه کنید. چرا خدا آنها را قربانی کرد؟ او چنین کرد تا به آدم و حوا نشان دهد که قانون گناه و مرگ باید حفظ شود. گناه آنها باید با مرگ مجازات می شد. این عدالت است. رحمت. به آدم و حوا نگاه کنید. آیا خدا آنها را کشت؟ نه، خدا حیواناتی تدارک دید تا به جای آنها بمیرند. این روش خدا برای مجازات گناه آنها بدون مجازات کردن خودشان بود. این رحمت است. فیض. حال به لباس آنها نگاه کنید. آیا این دو قانون شکن سزاوار چنین هدیه‌ای بودند؟ نه، اما خدا مهربانی خود را با پوشاندن آنها در پوست حیوانات قربانی نشان داد. این فیض است. آدم و حوا به خاطر کاری که خدا برای آنها کرد دوباره از اینکه با خدا هستند خوشحال بودند. خون حیوانات گناه آنان را پوشاند. آدم و حوا آن روز شایسته مرگ بودند، اما حیوانات بیگناه به جای آنها مرده بودند. پوست حیوانات ردای پوشاننده شرم آنان بود. یک بار دیگر آدم و حوا در حضور خدا احساس راحتی می کردند. بعدن یکی از انبیای خدا نوشت: جان من در خدایم به وجد می آید، زیرا مرا به جامعه نجات ملبس ساخته و ردای پارسایی به من پوشانیده است. تنها خدا راهی برای پارسا ساختن دوباره یک گناهکار دارد. خدا فرشتگان شورشی را از آسمان اخراج کرد، حکم آنان قطعی بود. اما برای انسانهای گناه آلود خداوند طرحی برای بازگرداندن آنها داشت، تنها به این شرط که به او اعتماد کنند. با وجود این گناه عواقبی دارد. درست به همان شکل که خداوند لوسیفر و فرشتگان شریرش را از فردوس آسمانی اخراج کرد، آدم و زنش را نیز از فردوس زمینی بیرون کرد. خداوند خدا در جانب شرقی باغ عدن فرشتگانی نیرومند مستقر ساخت و شمشیری آتشبار را که به هر سو می‌گشت تا راه درخت حیات را نگاهبانی کند. درخت حیات درخت خاص دیگری در وسط باغ بود. تنها افراد کامل و بی‌عیب می توانستند از آن بخورند. آدم و حوا دیگر کامل نبودند. آنها گناه کرده و ناگزیر پیر شده و می مردند. خدای خالق و عظیم قدوس است، یعنی اینکه او پاک و عادل است.
او به واسطه طبیعت قدوس و قوانین مقدسش باید گناه را با مرگ مجازات نماید، یعنی جدایی از سرچشمه حیات. برخی فکر می‌کنند که خدا آنقدر عظیم است که می‌تواند قوانینی را که خودش مقرر کرده نادیده بگیرد. دادگاهی را در نظر بگیرید که قاضی در آنجا از اجرای قوانین آن مملکت سر باز می‌زند. آیا می‌توان گفت چنین قاضی فردی برجسته است؟ مسابقه فوتبالی را تصور کنید که داور مسابقه قوانین بازی را نادیده می‌گیرد. او را داور برجسته می‌نامید یا داوری بد؟ شیطان می‌خواست حوا باور کند که خالقش قوانین خود را اجرا نمی‌کند. اما پادشاه و داور عادل همواره سر حرف خود میماند. خدا عظیم است، میتوانید به او توکل کنید. عدل و انصاف اساس تخت توست. محبت و وفاداری پیش رویت میخرامند. شیطان و انسان چه کاری می توانند بکنند که خداوند خدا نمی تواند انجام دهد؟ پاسخ خدا این است: عهد خود را بی حرمت نخواهم ساخت و آنچه را از دهانم صادر شد تغییر نخواهم داد. به قدوسیت خود دروغ نخواهم گفت. شاه عالم هستی نمیتواند از کلام خود برگردد.